تی بی سی آر خوب است. برین آماده شو این کشابی بی سی آر سخت را پیش رو دارین. هورا! سلام علیکم. درود 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 دیگر به همه شما عزیزای دل. خیلی خوش اومدی به چنل خودتون. من مهدی هستم. اینجا 7mm. خیلی چاکریم. هر جای این دنیا هستی امیدوارم که جانتان جور باشه. امروز اومدیم با شما بپردازیم به یکی از ویدیوهای خیلی خفن از آدم خان. این بار حضورش در پنجشیر. ببینیم به چه صورت رفته پنجشیر. دلیلش چیه و قرار داخل پنجشیر چیکار بکنه؟ به این ویدیو میپردازیم امروز. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. خلاصه خیلی چاکریم. بریم ویدیو رو ببینیم و در ادامه با هم دیگه صحبت میکنیم. Let's go. خب. نه بقیه ولی اشکار نکنید. پیشر بیشین عجب مزه خمیته. مزه میدن. مسلمانان خدای دپاره. چی شدی ها ترسیم؟ حرام خان چیکار میکنی؟ ایچی جناب رسول در کار خاص نمیکنه. بینی ششته بودیم امرای بقیه و کاکای دباره و جای جاری کشور کم تبادله نظر میکدیم. خب ولی خب یه چیزی این وسط کم بود، چرس کم بود. باید همین الان یا یه چرس میزدی یا یه ناس میزدی. به هر حال تو اوقات فراغتت باید این کارا رو انجام بدی آدم خان. خواه چطور است و جای جاری کشور چطور است؟ بله جناب بسیار خوب است، بسیار خوب است. هیچ مشکلی نیست. من 95% خاک افغانستان در اختیار داریم. تمام مردم افغانستان از ما راضی است. شما اگه تمام افغانستان بگردین یک نفرم پیدا نمیشه که از ما راضی نباشه. درصد بسیار کمی از مردم افغانستان فکر کنم با طالبان موافق باشن. درصد خیلی 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 بیشتر است نه داخل افغانستان، حتی کل دنیا ازشون ناراضی هم. آرام خان میگه 95% دیستیم است. ای 5% دیگه شده دیستی کیست؟ من بله جناب رئیس روزارا 5% دیگه شده دیست زمین جبهه مقاومت میگه امینه در پنجشیر و در بعضی ساحات در بغلان در کوهای هندوکوش جهاب مقاومت میکنن. بیرق بالا آدم خان. من میخواییم حتی 1% خاک افغانستان در دیستی کسی دیگه باشه. من میخواییم 100% خاک افغانستان دیستی ما باشه. چش بله جناب رئیس وزرا. خو چیکار کنیم دیگه؟ ما نمیتونیم، ما زیاد زور خود زدیم نمیشه. قشنگ گفت زیاد زور زدیم. آفرین آدم خان. خوب گوش کو سه کوچی میگم برید. خو خودت میری رهبری جنگ با عهده میگیری، میری طرف پنجشیر، تمام نیروها را آماده میکنی و تمام مقاومتگرا را سرکوب میکنی و به محل تصفیه میکنی و پس میاری. فهمیدی؟ جالب شد. اشتباه کردن نداری آدم خان، دستور میدم برید. چی جناب رئیس وزرا؟ ما باید برم؟ شما مطمئن هستین؟ آرام خان همونی که برید گفتم فهمیدی؟ زود باش. خب از دلیل پنجشیر رفتنش اینجا مشخص شد. باید بره سرکوب کنه، باید بره اونجا که پنجشیرم به خودشون بگیرن. ولی خب ببینیم ادامه. ساعت 1:12 اینجا. چاو 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 چلی لاد دیو تلازی سپید اخنا باور کبار بر لیدا پر کبازی. چاو چاو ما به پنجشیر می رویم. ما به پنجشیر می رویم. خب ترساکم یه جوری. الان پنجشیر ترسیده، منتظره که بچه های آدم خان برن اونجا ببینیم چی پیش میاد. آیا با همدیگه جنگ میکنن؟ ببینم میگیرن یا نه. اینجا باید شکست بخورن. جنابی سنگری چرا حرکت نمی کنی؟ مطلی چی هستی؟ بله نیست. او بله جنابی آدم خان، بس که کم اینجا نشگرم بیای بعد حرکت می کنیم. چی بیای؟ آه آه نایفته.
خب حرکت کردن رو به پنشیر. جنابی سنگری چگر میکنیه؟ چه؟ اولی جنابی آدم خان نمیفهمم چرا دگیر نمیوب درکر میکنم چی؟ این داستان ادامه دارد. خب بریم ادامهش هم ببینیم، ادامهش قسمت دو استارت بزنیم، دو هم ببینیم ببینیم به کجا نقطهشون میرسه تهش. خب داخل هواپیما دهنش باز مونده، چشاش چند فوت کناریه. جانم استی چه زیبا درست کرده حفیظ افسری عزیز. برس دیگه. خب چخون وایستم سترگ در افو تکرا کورم سترگ در افو تکرا کورم. یه لحظه گرخی دنگار جا خورد. فای اینا کیان؟ چی؟ کی؟ من؟ اینجا؟ است؟ لاتی شکر کرده. اینو میگم چشاش کجه. صدای طبله و سنجه باعث میشه هیجانی بشی، ببینی چی میشه، ببینی چی پیش میاد، هیجانت میره بالا. قشنگ درست شده. آدم خان شرغلت، آدم خان شرغلت، آدم خان شرغلت، آدم خان شرغلت. آرپیچی کفشان چی نگوته موره جناب بقیه؟ اورا نبی بخشین. سلام علیکم. آدم خان شرغلس، آدم خان شرغلس، آدم خان شرغلس، آدم خان شرغلس. خب بسیار خوب است، بسیار خوب است. امودی که میفهمین ما از کابل آمدیم تا فرماندهی جنگ شخصا به عهده بگیریم و جنگ د پنشیر و بقیه نقاط با کلی ختم کنیم. بسیار عالی. یه عده سربازم در اختیارش گذاشتن که بره هم رهبریشون کنه. خب الان بلد نیست، یه آزاد بلد نیست بده، یه صحبت بلد نیست باشون بکنه، ولی خب به هر حال براش قرار دادن که بره با این 10-15 نفر مثلا پنشی رو بگیره. فکر کنم همه هم اگه بیان نتونن حتی نفوذ داشته باشن اونجا، همش جنگ هست درسته، ولی گرفتنش مشکل. خوشبختانه نمیتونید بگیرید. فرماندهی جنگ شخصا به عهده بگیریم و جنگ در پنشیر و بقیه نقاط به کلی ختم کنیم. بله دوباره و ما با خود بسم الله خان و جناب بقیه و سنگری را آوردیم. جناب بقیه استراتیجی است و نابغه جنگ است. بلکه نقشه جسورانه یک حقای بقیه کشیده است. ما ورق جنگ در پنشیر به کلی تغییر خواهیم داد.
میبینیم کماندان سرپیچ چطور است نیروها مورال و انگیزهشان برای جنگیدن آیا کماندان سرپیچ درست شنیدم نه اسمو روحیه دارن یا ندارن بله جناب آدم خان مورال و روحیه نیروها یکم پایین آمده بود و تضعیف شده بود حالی با حضور شما دوباره اینها روحیه میگیرم تشکر از اینکه تشریف آوردین بسیار خوب است بسیار خوب است این نیروها از کدام قطعات است و برای ما بگو که ما چقدر نیرو و مهمات در اختیار داریم خب بله جناب آدم خان ما نیرو بسیار زیاد در اختیار داریم ما قطعات سرخ در اختیار داریم ما قطعات انتحاری داریم ما قطعات خاص داریم و دیگر قطعات ما در اختیار داریم بله خب بسیار خوب میگی که انتحاری به اختیار داریم اولین تغییری که ما بین یعنی خوراکشون فقط انتحاریه میدونیم بحثی که کلن جمع شد کلن به انتحاری ختم شد خب میگی که انتحاریه به اختیار داریم اولین تغییری که ما به عنوان فرمانده جنگ نیرومویی است که تمامی انتحاریه را به تنهایش بزن اینا را اون پجیر کو و به جنت روان کو اینا به درد جنگ روبرو نمیخورن انتحاری به درد اماکن عمومی برای مسجد برای مکتب برای که جانهای افراد ملکی را بگیره خوب است به درد جنگ روبرو نمیخوره اینا را تمامش بزن منفجر کن آه خودش منفجر کن فهمیدم بسیار خوب است عملیات ما امشب آغاز میشه طبق نقشه که آقای بقی کشیده است ما نیروهای خود ما را به دو گروه تقسیم میکنیم گروه جناب آقای بقی و گروه آدم خان که خودم باشیم نکته بسیار ظریف بود انتحاری ها رو خودت منفجر کن که من جنت برای مکتب و اینا به درد میخوره برای اینجا که میخوایم پیشروی کنیم یه جایی رو بگیریم انگار به درد نمیخوره نکته داشت بقیه و گروه آدم خان که خودم باشیم تیکه ما با گروه آدم خان از رو به رو با مقاومتگرا وارد جنگ میشیم ما در واقع وانمود میکنیم که ما با انها از رو به رو میجنگیم اما حمله واقعی ما از پشت خواهم بود جناب بقیه با یک حمله گازنبوری از پشت حمله خواهد کرد گازنبوری و نام ای عملیات بزرگ کپتران در پنشیر خواهد بود تی؟ و یک چیز دیگه یادم رفت که برای شما بگم که رمز و یا نام شوی ما ایست که آدم خان چی کار میکنی وقتی که یک نفر برای شما گفت درش نام شوی تا بگو بس بگو آدم خان چی کار میکنیم یعنی می نویم شویم است خب فهمیدین؟ بله جناب آدم خیلی مزخرف خیلی مسخره در این حد عقل تو سرشون نیست اسم رمز چیه؟ آدم خان چی کار میکنیم واقعا معیوبن خب فهمیدین؟ بله جناب آدم خان اینا به این زبان نمیفهمه ما برایشان میگم برایشان توضیح میدم تایی هستم چی زبان میفهمن؟ آفرین قماندان سرپیچ سیکو که از دستوری ما سرپیچی نکنی که باز با ما طرف استی بسیار خوب است برین آماده شوین که شبی بسیار سخت را پیش رو دارین هورا سلام علیکم خیلی خوب بود به جا بود یعنی یعنی قشنگ خراب رید اینجوری بگم وسط حمله وسط جمع وسط عملیات که باز با ما طرف استی بسیار خوب است برین آماده شوین که شبی بسیار سخت را پیش رو دارین هورا هورا سلام علیکم اوه 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 دوربین در شم تا بالا رو نگاه میکنی آدم خان او این داستانم ادامه داره خب برای اینکه وقت برنامه زیاد نشه دیگه تا اینجا به نظرم کافی باشه ادامهشو در برنامه های دیگه ایشالله وقت بشه حتما انجام میدیم یعنی ویدیوشو میگیریم ببینیم تهش به چی میرسه خیلی کنجکاوم حتما درست میکنیم اینم از عملیات آدم خان داخل پنشیر تا یه مقدارش رفت حالا ادامه داره امیدوارم لذت برده بوده باشی خلاصه خیلی چاکریم مرسی که تا اینجا با من همراه بودیم فدای همتون تا ویدیوی بعد بای بای